سلام، وقتتون بخیر. من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه با سینا در خدمت شما. توصیه های ایمنی رو که امیدوارم جدی گرفتین در مورد ریموت کنترل و بچه های زیر 7 سال، هر دوتاشون رو بذارین کنار، اونو بذارین تو رخت خواب، اونو بذارین توی کتابخونه یه جایی که اشتباهاً دستون نخوره کانال عوض شه. دوستای عزیز پرسیده بودن که یه سوالایی که دوستان میپرسن در طول هفته، به هر حال یه جایی ما باید جوابشون رو بدیم دیگه. این سوالای هوشمندانه یه جایی باید جواب داده بشه. یه سری از دوستان پرسیده بودن که این برنامه کی پخش میشه. سوال بسیار هوشمندانه ایه که البته معمولا باید قبل از شروع برنامه پرسیده میشد، نه بعد از 3 هفته و 1 میلیون بار تبلیغ. اما خب ما جواب میدیم، چون احتمال داره که با این همه تلاشی که ما کردیم مردم متوجه شن این برنامه چه ساعتی پخش میشه. یکی دو نفر وجود داشته باشن که ندونن در واقع زمان پخش برنامه کیه. من اعلام میکنم همینجا، برنامه چند شنبه با سینا یا چند شنبه جمعه ساعت 10 شب پخش میشه. یه سریای دیگه پرسیدن چرا، خیلی جالبه، چرا جمعه ها؟ من واقعا نمیدونم چجوری میتونم این سوال فلسفی رو جواب بدم، اما تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما راستش تصمیم گرفتیم که جمعه شبا برنامه رو پخش بکنیم که مزاحم شب جمعه ها نشیم. راستی اگر از فردا پس فردا دیدین یکی توی خیابون داره اینجوری میکنه، فکر نکنین دیوونه سا. نه یارو سالمه. تنها اتفاقی که افتاده اینه که با زنش یا دوست دخترش پای موبایل داره دعوا میکنه، فقط چون از گوشی‌های جدیدی که به مچ دست بسته میشه استفاده میکنه، نمیتونه دیگه کوره در بره، از عصبانیت گوشی رو بکوبه تو دیوار مثلا، مثل قدیم به این راحتی، یا پرتش کنه تو جوب، یا از مثلا پنجره پرتش کنه بیرون. قرار سامسونگ گوشی‌های جدیدو داره بیرون، واسه همین که به این راحتی‌ها نت مجبور بشه همچنان به دعوا ادامه بدی. ما هر جوری سعی میکنیم که از تکنولوژی دور بشیم نمیشه که، تکنولوژی ما رو ول نمیکنه، چسبیده. البته خدایی بگم ما خودمونم از ته دل نمیخوام تکنولوژی رو ول کنیم، ما تکنولوژی یه جورایی با پوست و خون ما یکی شده. مثلا همین تلویزیون یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در زمینه تکنولوژیه که خیلی هم وجودش حیاتیه، مثل نفس کشیدن. مثلا بدون آب و غذا خیلی ها حتی زیر آوار 23 روز زنده موندن ها، ولی دیده شده که با قطع شدن یه روزه این ماهواره بر اثر باد و بارون و ندیدن دو تا قسمت از سریال های آموزشی خیلی دق کردن، یا کارشون به بیمارستان آسایشگاه کشیده. یا یکی دیگه، همین موبایل رو اگه از دستمون بگیرن انگار که شلوارمون از پامون در آوردن انداختنمون تو کوچه، مستحصل نمیدونیم چی کار بکنیم، این مجنون سر به بیابون میذاریم، اصلا زندگی رو نمیتونیم تصور کنیم، نمیتونیم مثلا 3 ساعت 4 ساعت بریم بیرون گوشی تلفن موبایلمون همراهمون نباشه. دوستان یه عکسی رو برای من فرستاده بودن از یه رستوران یا یه کافی شاپ که تابلو زده بوده وای فای و اینترنت نداریم، با هم دیگه حرف بزنید، درد نداره. البته درد نداره چون من اضافه کرده بودم و اونا ننوشته بودن، اونا نوشته بودن که فقط با هم دیگه حرف بزنید، خواهشان تلفن رو فراموش کنید. یه شرکت دیگه هم یه ساعت ساخته بوده، ببینید من این مارمولک و کرم نیست که دارم میکنم بروشم، بعدا دوستان نگن چرا یه چیزی رو کردی توی گوشه یا چرا گوشت رو میخارونی، این گوشیمه، اگه گوشم در اومد کردمش دوباره سر جاش، خیلی ساده، اصلا نگران نباشید، نترسید، بدون دخالت دست به قول آقای کارگردان. یه شرکتی یه ساعت ساخته مثل حلقه میره تو انگشت. حالا کار خوبیه که اینجوری ساعت تو ببینی چنده، ولی یه نکته سوال برانگیز اینجا وجود داره که با این حساب که همه چی داره به سمت جلو میره، مثلا گوشی موبایل رفته رو مچ دست، ساعت از رو مچ دست رفته رو انگشت، از چند وقت دیگه لابد کروات میاد روی بازو، کمربند میاد دور گردن و همینطور همه چی به سمت بالا حرکت میکنه، من فقط نگران اون قسمت پایینم که ببینم اونجا قراره چه اتفاقی براش بیفته. ممنون از اینکه با ما هستین، همراه ما باشید، عکس‌ها و فیلم‌ها و مطالبتون رو با ما در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام به اشتراک بذارید، من از همه‌شون استفاده می‌کنم. هشتگ رو فراموش نکنید، هشتگ چندشنبه، هشتگ سینا ویلج، هشتگ سین فارسیوان تیوی در اختیار شماست. موضوع این هفته زیبایی هست و ذکر این نکته واجب، زیبایی
فقط نزد ایرانیان است و بس. زیبایی یه قضیه کاملا سلیقه‌ایه و 100% نمیشه گفت کی خوشگله کی نیست. البته یه افرادی هستن که هیچ جوره نمیشه منکر خوشگلی و زیباییشون شد. البته فکر میکنم میبینم میشه، ولی باید دوره‌های تخصصی رو پیش بعضی از خانم‌های ما ببینن، چون ما کارشناسا و متخصصینی رو در زمینه زیبایی داریم که حتی وقتی برنده مسابقه دختر شایسته دنیا رو میبینن به راحتی میگن واه این چه شکل میمون میمونه، شهناز خودمون 100 مرتبه از این بهتر و خوشگل‌تره. یا مثلا محمد رضا گلزار رو ببینن و میگن اه 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 چیه با اون قیافش، بعد همون لحظه اگه یکی اون بره خیابون داد بزنه گلزار اینجاست، خودشونو چنان پرت میکنن تو خیابون و زیر اتوبوس که برن اون بر پیش گلزار که کیف و کفششون این بر میمونه. حالا نگو یکی داشته خیابون گلزار رو میگفته، نه محمد رضا گلزار. ولی تعدادی معیارهای اصلی وجود داره که از قرار جزو اصول اولیه زیبایی هستن، مخصوصا برای ما. مثلا دماغ کوچیک و نوک بالا، لبای قلوه و کمی اردکی، گونه های مشت خورده برجسته، موهای طلایی، چشای آبی و سبز. اگه دیده باشین توی فیسبوک 99% دخترها و پسرای ما همه چش رنگی ان، الکی گفتن ما چش ابرو مشکیم، همه چش رنگی ان. پوست آفتاب سوختم که اصلا جزء لاینفک قضیه خوشتیپی. البته یارتون نرا ماها هممون همین ریختیم، یعنی این مشخصات همه ماست، ما مادرزادی همینجوری به دنیا میایم. اینا رو دارم برای مردم مثلا اروپا، سوئد و نروژ و اینا میگم که اگه خواستن برن با عمل جراحی خودشون رو شبیه ما بکنن، بدونن ما دقیقاً چه شکلی هستیم و بعد چه کارهایی بکنن، موهاشون رو طلایی کنن، لنز بذارن، با این کارا میتونن به راحتی شبیه ما بشن. با هم دیگه میتونیم این مطلب جهانی رو راجع به قدرت یک زن ایرانی در عوض کردن چهره صحبت کنیم. امروز میخواستم بهتون طرز آرایش برای دور دور در خیابان‌های تهران رو توضیح بدم. چیزی که خیلی مهمه برای یک جاف شاسی بلند وقتی که در خیابان‌های تهران میخواد دور دور بکنه، رنگ پوست اون شخصه. رنگ پوست بسیار مهمه. برای اینکه شما بتونین برونزه باشین، یک جاف شاخ باشین، باید در طول روز دیگه مینیمومش حداقلش 15-20 ساعتی رو توی سولاریوم بگذرونین. و این مطلب کی گفته برای پوست شما ضرر داره؟ اصلا خانم ها هم که چیزی دیگه شما کرمتو بزن 20 ساعتی رو اون لامپ بگیر بخواب، اصلا کی گفته سرطان آوره؟ اصلا همچین چیزی اصلا نی. ولی برای کسایی که دسترسی به سولاریوم ندارن، من بهتون میتونم یاد بدم که چطور با چند استپ خیلی کوچیک، با چند قدم خیلی کوچیک میتونین اون تقلید برونزگی رو خودتون انجام بدید. چیزی که من خودم استفاده میکنم به عنوان یکی از دافان بزرگ ایران، رنگ سفیده. در طول روزم اگه میرین بیرون میتونین عینکی، گنده ترین عینکی که میبینین رو بردارین که اینجوریه. ببینین من یک دافم در تهران، الان اینجوری من تو ماشینم نشستم، فرض کنید یه پسی خیلی چیپس هم این کنار اومده با بی ام دبلیو یا بنز، من اینجوری. و مثلا پسری که رد میشه یه ذره اینطوری میکنی، یه ذره اینجوری میکنی، بعد برونزگیت میخوای معلوم شه یکم اینجوری میکنی، و دوباره عینک رو میزنی، این میشه داف ناحیه های فرشته و جد. به گرفتن عکس، خب میدونی که ما در عرصه اینترنت زندگی میکنیم و فیسبوک و بالاخره آیفون هم که عکس گرفتن خیلی ساده کرده، با یه دونه کلیک میتونی از خودت عکس بگیری و سریع با اینستاگرام که ادیت کوچولو بکنی و عکستو آپلود بکنی. و خب هیچ وقت یادتون نره که اون پسی چیپسه حتما تو رو میخواد تو فیسبوک یا تو اینستاگرام اد یا فالو بکنه، و این اصلا درست نیستش که تو عکس قشنگ خوبی نداشتی. اینجوری میخوای خودت عکس بگیری، کاری که میخوای بکنی یادت باشه که از قدیم و ندیم هم همینطور گفتن
که لب شتر بسیار زیباست. هر کی گفته نه بدون دروغ گفته. خب میخوای عکس بگیری اینجوری. این چیلیک یه عکس؟ این چیلیک دو عکس؟ یه بوسم میفرستیم؟ این چیلیک سه عکس؟ رسیدیم به بخش جالب برنامه، یعنی جالبی جات. این هفته هم من برای شما یه ویدیو انتخاب کردم که خیلی جالبه. امیدوارم که خوشتون بیاد. شما هم اگر ویدیویی دارید یا چیزی دارید که براتون جالبه برای ما حتما بفرستید، ما توی برنامه نشون بریم. چیزی که براتون جالبه قابل نشون دادن باشه، این نکته رو حتما در نظر بگیرید. هشتگ ها رو فراموش نکنید. چند شنبه فارسیبان تیوی و سینا ویلچ روی فیسبوک، توییتر و اینستاگرام در خدمت شماست. منتظر ویدیوها و مطالبتون هستیم. بریم سراغ جالبیجات این هفته و ویدیویی که براتون انتخاب کردیم. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. رسیدیم به بخش مسابقه برنامه. اسپانسر برنامه ببینیم چه سوالی رو این هفته مطرح میکنه و شما چه جوابی بهش میدین، چون قراره که $1,000 برنده بشیم. بریم سراغ سوال. یکی از راه‌های انتقال و دریافت پول از ICM کپیتال را نام ببرید و برنده قسمت سوم برنامه تاجی ابریشمی. ایشون دو هفته فرصت دارن تا مدارک لازم رو ارائه بدن و جایزه خودشون رو دریافت کنن. معیارهای زیبایی در دوران و زمانهای مختلف هم تفاوتهای زیادی داشته. مثلا تو مصر باستان زنها برای اینکه زیباتر به نظر برسن
سرشونو میتراشیدن، بعد روش کلاگیس میذاشتن. حالا من نمیدونم مرض داشتن یا رنگ مو آرایشگر نداشتن، این هنوز واسه من مجهوله، چون مصر باستان تقریبا جز لپتاپ و موبایل همه چی داشتن. عجیبه که رنگ مو رو نداشتن. ولی اونی که از همه عجیبتره اینه که الان تو قرن 21 چرا بعضیا هنوز تو مصر باستان زندگی میکنن؟ مثلا ابروهاشونو میتراشن بعد روش تتو میکنن یا با مداد میکشن. واقعا چرا؟ البته تو عکسای قدیمی ایرانیام زنای سوگلی دربار رو اگه ببینید که 100% با معیارهای زیبایی اون زمان انتخاب شدن، به راحتی متوجه میشین که چقدر معیارهای زیبایی عوض شدن. برای همین هم است که زمان سعدی و حافظ یه خال لب و تا به گیسوان معیارهای اصلی زیبایی محسوب می‌شدن، کلی خاطرخواب و کشته مرده داشتن. با نمک اینجاست که بعضی از خانوما با دماغ عملی و ناخون و موجب و ابرو و موی مصنوعی و گونه تزریقی و جاهای دیگه تزریقی و عملی در به در به دنبال یه مرد واقعی می‌گردن. که شکر خدا تو این زمونه با کارهایی که بعضی از آقایون میکنن تا از خانوما کم نیارن، پیدا کردن مرد واقعی و اوریجینال به قول معروف کار ساده ای نیست. با این بعضی که داره پیش میره احتمالا چند سال دیگه عروسا باید برن دامادو از آرشکا بیارن. تو یکی از این پست‌های فیسبوک دیدم که یه خانم عزیز با این مشخصات نوشته حالم از این مردای هوسباز و شهوت پرست که فقط به جسم زن فکر میکنن به هم میخورن. خب راست میگه دیگه بیچاره، اون چشای کور شده رو درویش کن دیگه، چیو داری نگاه میکنی؟ زیبایی طبیعی رو نمیبینی تو این خانوم؟ چرا به جای دیدن این نکات بی اهمیت تو این عکس به اندیشه های فلسفی و دیدگاه های فرابشری ایشون توجه نمیکنی؟ نمیبینی که یه دقیقه دقت کن ببین چقدر فراز و نشیب های عمیق فکری دارن ایشون؟ البته من دو نکته رو لازمه قبل از اینکه دیر بشه و زندگیم به خطر بیفته ذکر کنم، که این برنامه همچنان شوخیه و به هیچ عنوان جدی نیست، و دوم اینکه اگر ما در این برنامه زیاد راجع به خانوما صحبت میکنیم، دلیلش اینه که زیبایی مال خانوماست. مردا که از زیبایی بویی نبرن، تنها میتونن از زیبایی خانوما لذت ببرن. ما هدفمون اینه که بگیم شما همینجوری زیبا هستین، بی خودی برای آقایون خودتون رو به خرج و زحمت و مخصوصا خطر نندازین، چون خطرات این کارا الان کمتر از مین خونسا کردن نیست. تمیز و مرتب لباس پوشیدن هم اصلاً به زیبایی و جذابیت کمک نمی‌کنه. فقط مارک لباس مهمه. همین. حالا بهت نمیاد، تنگ، گشاده، 10 دفعه پوشیدی بو عرق میده، اصلا مهم نیست، مارکدار باشه دیگه همه چی حله. تو الان کارت درسته، خوشتیپی. این قضیه شلوارای پسرها که تا دم زانو میکشنش پایین یکی از اون نکاتیه که برای من خیلی سواله، ممکنه برای خیلی های دیگه هم سوال باشه. حالا واقعا جدا از شوخی، داستانشون چیه؟ مشکل معده دارن نمیخوان مثلا در مواقع اضطراری وقت تلف کنن، رسیدن خونه حوصله ندارن شلوار رو در بیارن همون پایین نگرش میدارن که سریع درش بیارن پرتش کنن گوشه اتاق، شلوار تنگه از اونجا بالاتر نمیاد یا گشاد بالا نمیمونه میفته پایین، یا کلن شورتشون از شلوارشون گرونتره برای همین 1 کیلو قربانی اون یکی میکنن. یه تئوری جدیدی هم هست که فکر میکنم دلیلش اینه که شورت اصل یا اورجینال خریدن خب مسلماً خیلی ارزون‌تر از شلوار اصل و اورجینال خریدنه. اونو میکشن پایین که نگاه متوجه جنس اصل باشه، قلابیه رو کسی بهش توجه نکنه. اگرم کسی میخواد الان بگه که مثلا جاستین بیبرم همینطوری لباس میپوشه، قبل از اینکه من حرفی بزنم بره خودشو با جاستین بیبر یه مقایسه موقعیتی و شرایطی مجدد بکنه، بعد بیاد صحبت بکنیم، اینجوری بهتره. حالا جالبه که هر کی میپرسی میگه حالم به هم میخوره از جاستین بیبر، بعد طرف اینجا کنسرت داشت 75% کنسرت از ایران اومده بودن. خانوما کلن هیچ مشکلی به نظر من تو لباس پوشیدن ندارن، شکر خدا. یه مشکل هست، اونم به اونا ربطی نداره، اونم اینه چون تو خونه آینه ندارن
هیچ جوره باور نمیکنن که این لباسی که پوشیدن مناسب سایزشون نیست. با اعتماد به نفس کامل این شکلی میان بیرون. بعضیا از خودشون چنان لامپ خلاقیتی رو روشن میکنن که نورش چشو کور میکنه. من خودم با چشای خودم دیدم که دو تا خواهر هر وقت میخواستن برن بیرون دعواشون میشد که من دمکنی رو زودتر برداشتم تو برو ملافه مامان اینا رو بردار. قسم میخورم که با همین چیزا یه لباس سر هم میکردن میرفتن مهمونی با ملافه رو میپیچیدن مثلا دور کله شون دمکنی رو میذاشت و میرفت مهمونی. اصلا کار دوستاش هم راحت کرده بود، هر کی میرفت خارج برای این دوتا ملافه و رو تختی میورد جای لباس. حالا این که مال قدیم بوده، ممکنه الان تغییرات زیادی کرده باشه. مطمئنم که الان اینو لباس پوشتن الان باب شده، مثل این عزیز دل که با لنگ هموم یه راست تشریف بردن در انظار عمومی. حالا اینکه از هموم با لنگ در رفته چون پول نداشته یا کلن داره میره هموم خواسته در وقت صرف جویی کنه لنگ رو بسته به خودش، اون رو راستشو بخواین من نمیدونم. حالا حرف ما اینجا در اصل اینه که خیلی از ماها که این همه خرج دکتر و جراح میکنیم تا صورتمون رو بر طبق اصول زیبایی تغییر بدیم، اکاش به لباس پوشیدن و نظافت هم اهمیت میدادیم. شاید اگر این دوتا نکته رو رعایت میکردیم دیگه نیازی به دکتر و عمل نبود، چون هستن هنرپیشه هایی که زن و مرد هیچ فرقی هم نمیکنه، که نه دماغ عمل کردن، نه لب تزریق کردن، نه کار دیگه، تازه کلی هم کشته مرده دارن، مثل ایشون یا ایشون یا خیلی های دیگه. توی فیسبوک هم که این داستان پیدا کردن دختر پسرهای خوشگل و جذاب خیلی داغه و کلی صفحه آموزنده براشون ساختن که هر نیم ساعت عکسی یکی از برای بچه های صاحب سبک شهر رو پست میکنن و مثلا میپرسن که از 1 تا 20 بهش چند میدی؟ حالا من نمیدونم اگر ما به این عزیزان 20 بدیم مثلا شاگرد اول بشن مرحله بعدی چیه؟ میرن دانشگاه مثلا چه اتفاقی میفته؟ به کجا میرسن؟ یا اگه 3 بدیم و تجدید یا رد بشن برنامه چیه؟ باید به جای معلم خصوصی جراح خصوصی بگیرن که کلن روی نقاط ضعفشون کار کنن؟ یا برن کلاس تقویتی مثلا کل تابستون برن شمال آفتاب بگیرن و رو رنگشون کار بکنن که یه 10 بگیرن قبول شن؟ این برونزه کردن پسرها و دخترام که به نظر من یک موضوع خیلی بانمکیه، یه جوری خودشون رو تفت میدن که کنار این مبل چرمیا قابل تشخیص نیستن. احتمال اینکه رو مبل بشینی را یا بشینی مثلا روی سر اونا کاملا 50-50 است. عکسای پروفایل فیسبوک هم که هر کدوم یک کتاب فلسفی پشتشون دارن در توجیه زیبایی و خوشتیپی، یک کتاب کاملا پشت این عکس ها پنهانه، چون همه ما وقتی عکس میندازیم سعی میکنیم بهترین عکسامون رو بگیریم بذاریم روی فیسبوک دیگه، تا حدی بهترین عکسمون رو میذاریم که خودمون میخوایم بریم صفحه فیسبوکمون رو چک بکنیم بعد اون بالا اسممون رو سرچ کنیم، چون از رو عکس پروفایلمون که نمیتونیم تشخیص بدیم این ما بودیم. بس که این عکس ها این واقعیتن. راستش این عکس‌های فیسبوکی خیلی عمیق‌تر از اینن که به عنوان یه عکس بشه بهشون نگاه کرد. مثلا تجربه ثابت کرده اینایی که عکس چششون رو می‌ذارن واسه پروفایل هنوز دماغشون عمل نکرده. یا خیلی مدل‌های دیگه. اصلا بذارید اینجا شما رو با یه سری از این عکس‌های فیسبوکی و فلسفه پشتشون آشنا کنم. این کارهای دوست و همکار خوبم وعید نیکو است که برای این بخش ازشون استفاده میکنم. یه وقت فکر نکنید بدون اجازش برداشتم، چون یه سری از دوستان خلاق و با استعداد، البته در زمینه استفاده از هنر دیگران، یه سری از کاراشو برداشته بودن و با پاک کردن اسمش و مشخصاتش به اسم کار خودشون پخشش کردن. در واقع تا نفس داشتن در حفظ کپی رایت یا حقوق صاحب اثر کوشیدن. حالا در برنامه‌های بعدی راجع به این موجود فضایی و عجیب برای ما یعنی کپی رایت مفصل حرف میزنم، اما بریم سراغ عکس ها. مدل عکس تو عکس که معمولا هم توی دستشویی گرفته میشه. اینا هم میخوان نشون بدن که کارشون چیه، خدا رحم کرده باغبون نیست. مدل عشقی هم معمولا با گذاشتن چاقو بیخ گلوی آقایون توسط خانوما اتفاق میفته.
این مدل نصف صورت سمت راست و نصف صورت سمت چپ که عکس بعدیه مربوط به آدمایی که اعلام میکنن ما این ور صورتمون یا اون ور صورتمون بهتر و خوشتیپتر میفته. این مدل زیبای خفتم که دیگه نگو و نپرس، وای به روزت اگه گیر اینا بیفتی، دیگه ولت نمیکنن. این مدل متفکرم معمولا مال آدمهای خیلی فرهیخته است. این مدلم جالبه، طرف با یکی دیگه میره مهمونی، بعد عکسشو میبره برای جذب اونای دیگه که باش نرفتن مهمونی، میذاره تو فیسبوک. مدل دیواری یا مدل مارمولکی، دیدین معمولا مارمولک رو دیوار اینجوری نگاه میکنن، خیلی جالبه. اینم که مدل پاره شدن تنبان هست، خیلی جالبه، مدلی سری در هوا. این مدل تازه آرایشگاه بودم، هم نمیدونم چرا انگار مدل تازه زیر گیوتین بودمه، گردنشون شکسته. اینم که بچه های خارج رفتن دیگه، البته سانویچه رو نمیخورن، سوغاتی برمیگردونن. نام و نقش درخت سرو در تاریخ و فرهنگ ما ایرانی ها جریان داره. رد پای این درخت همیشه سبز رو میشه از نقش خالی ایرانی و کلام حافظ تا سنگ نگاره های تخت جمشید و شعر فردوسی پیدا کرد. اما سرو نو نام مجموعی است که با نگاهی متفاوت مسائل روز محیط زیست ایران رو مطرح میکنه. رسیدیم به بخش اونور آبگونه در برنامه این هفته. در بخش اونور آبگونه باز دوباره میریم سراغ آقای جیمی فالن و برنامهش و مهمون برنامهش که این هفته تو این ویدیو بهتون نشون میریم که چه بلایی سر این مهمون میاره. لوسی لو یکی از بازیگرای معروف سینما که فیلم کیل بیلش خیلی معروف است و من خودم به شخص اون فیلمو خیلی دوست دارم، مهمون برنامه است. با هم دیگه این دوتا تصمیم میگیرن سنگ کاغذ قیچی بازی کنن. یه فرمی مسابقه رو برگزار میکنن که یک دستگاهی جلوشونه، یه دکمه رو میچرخونن، اگر ببازن توی سنگ کاغذ قیچی یه بشقاب کیک خامه ای میخوره تو صورت اونی که باخته. ویدیو رو با هم ببینیم. I'm here with the beautiful Lucy Liu, and we're about to play a game that requires a little bit of skill and a lot of luck. It's called Rock, Paper, Scissors, Pie. Paper, scissors, pie! There we go. Now, the game is very simple, all right? Lucy and I will take places here right behind these carnival cutouts and stick our faces and arms through the holes. We'll go head-to-head, rock, paper, scissors. Whoever loses each round has to click the pie-throwing mechanism in front of them, okay? It's very completely random. You never know which click is going to result in a pie getting smashed in your face, okay? The first one to get hit with two loses. You ready? Okay. Positions. Do we sit on this thing? Yeah. All right. You ready? Okay. Ready? We gotta go rock, paper, scissors. Ready? So, no, okay. Rock, paper, scissors. Pie. Oh. Rock, paper, scissors. Click away, my friend! Oh my gosh. Ready? Rock, paper, scissors. Yeah! Elementary, my God! All right, ready? Rock, paper, scissors. Oh! Paper I'm so mad. Rock. Paper covers rock, okay. I guess. But I'm going to throw you a paperweight. Oh. Rock, paper, scissors. Ooh. Rock, paper, scissors. I can't see at all. You need windshield wipers. This game, yeah. Goggle wipers. I do not like this game. Okay. Did you see? No. I know you're there. I can't see. Ready? Wait. I'm so angry. Stop laughing. Here, take this towel. What is this? Utilize it. Okay. That did nothing. That did nothing at all. It made it worse. Ready? Ready? Rock, paper, scissors. Who won? Yeah. Who won? I won!
You got. I can't see where. I did it third time. Wait. I can't see where I'm headed. I want you to just take Wait, me I'm off. I'm gonna show you. This is the third time. So, but... Ready? Fourth time. No, you don't. I didn't. You're gonna go for it? I'm gonna try. Look, just saying. I'm gonna go out and buy a lottery ticket tonight. It's my fourth time. No, fifth time. Maybe it's just broke. Well, she's the greatest. Right there, I'm right in front of you. Lucy Liu. New episodes of Elementary and Thursday at 10 p.m. after the Super Bowl on CBS. کی؟ کدوم هنرمند ما حاضر یه همچین بازی رو با من انجام بده؟ حالا منو ول کنید، با هر کس دیگه ای حاضر یه همچین بازی رو انجام بده ناراحت نشه. اسمش رو برای ما توی فیسبوک و توییتر ارسال کنید یا عکسش رو واسه ما توی اینستاگرام بذارید. من واقعا میخوام ببینم شما فکر میکنید کی این کارو میکنه. هشتگ چند جنبه، هشتگ فارسی وان تی وی و هشتگ سینا ویلچ رو فراموش نکنید. همراه ما باشید. زمونه عجیبیه، زمونه عوض شده. تو این روزا، تو این دوران سلطان‌های زیادی اومدن. مردم سلطان‌های جدیدی رو دوست دارن، ولی هیچ کدوم از این سلطان‌ها، هیچ کدومشون قسم می‌خورم سلطان قلب‌های خودمون نمیشه. سلطان قلب‌ها عارف. بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم. دیگر تو هم بیگان شو، چون دیگران با سر گذشتم. میخواهم عشقت در دل بمیرد، میخواهم در قلبم جایت رو
من. خیلی محبت کردین. مهمون این هفته ما سلطان خوب قلب‌های همه ما ایرانی‌ها عارف عزیزه. یک بار دیگه تشویقش کنید تا بریم سراغ بخش مصاحبه برنامه. خب در خدمت سلطان واقعی قلب‌هامون هستیم، عارف عزیز، که مهمون برنامه امشب ماست. قراره امشب اذیتشون کنیم. حتما. با درود حضور بینندگان عزیز، من اول یه نکته رو خدمتتون بگم. این اسمی که روی کار هنری من گذاشته شده به عنوان سلطان قلب‌ها، این مربوط به یک فیلمیه که آهنگسازش آقای انوشیروان روحانی بودن. این آهنگ رو ساختن. آقای شیرازی شعرش رو گفتن و فیلم اون زمان ساخته شد و تو اون فیلم من روی چهره آقای فردین خوندم و نتیجتاً از اون موقع هر جا این ترانه رو اجرا کردم عارف سلطان قلب‌ها میگن. ولی واقعیتش من رو سلطانی خودم خیلی چیز دارم، خیلی اتکا دارم که اینطور نیست. ولی ما من کمترینم برای اصلا اینجوری نیست. ادعای سلطانی ندارم. حالا این اولین قضیه که از این مطلب رد بشیم. بعدش میمونه که خوشحالم که در خدمت شما هستم. بسیار و لطف کردین. همه چی مهیاس. من این بچه‌ها داشتن ساز می‌زدن، من خود به خود کشونده شدم به اون طرف و با هم داشتیم چیکی میگن رد و بدل موسیقی می‌کردیم. اونا می‌زدن و منم می‌خوندم که شما موزیک ربایی دارید. شما هر جا که صدای خوابه یعنی. ولی تازه خوابش بود. آره این خوابش بود. واسه صدای خوابشون دست بزنید. که واقعا اگر این صدا خوابه، نه اگه بیدار بشه چی میشه؟ بیدار بشه گرمتر و بهتر میشه. 100%. خب اذیت چی شد؟ اذیت رو یواش یواش میکنیم، عجله نکن. چه خبر؟ کار جدید، موزیک جدید، ترانه جدید؟ بله، عرض کنم که من بعد از چند وقت یک ترانه رو ارائه کردم که اسمش آرامش بود. بله. و خوشبختانه با استقبال عمومی روبرو شد و منم ممنون بچه های ایران هستم که بسیار باعث این آهنگ و شعر رو به من دادن. بله. حالا اون آرامش بود، حالا اومدیم رو آهنگ بعدیمون. آقای بابک صحرایی که شاعر این ترانه هستم، من چقدر این بچه رو دوست دارم، هنرمند بسیار، کار هنریش که بسیار شاخصه، شخصیت ذاتیش هم بسیار بچه پخته ایه. با سن کمی که داره آدم فکر میکنه با یه آدم 40-50 ساله داره صحبت میکنه، ولی کاری کله. یه مجله رو ایران بسیار با استعداد مجله رو ویرستاری میکنه، اداره میکنه و پخش میکنه، شعر میگه، خیلی تو فعاله. این بچه ها عرض کنم که آهنگی رو دادن به اسم طوفان. دقیقاً میخوره دیگه برای کسی که آرامش نداره. نه دیگه، توفان. آرامش قبل از طوفان بود اون. آها. حالا طوفان شد. قرار شد اذیت کنیم یا شوخی کنیم. هر کاری دلتون بخواد بکنید. این برنامه آزاد، هر کاری خواستین. آره. شما با من بکنید. بعداً حالا نوبت منم میشه. بله، به قول آذربایجانی اللهم بیر بیر. ترجمه‌ش هم واسه اونایی که متوجه نمیشن بگی. علامه که علامه است که خود خدا ترجمه نمیخواد. بیر بیر هم یک یک. یکی. حالا خب این کارو کجا ضبط کردین؟ کار جدیدو، موزیک ویدیوشو؟ بله، عرض کنم که آدیو شد، یعنی صدا برداری شد توی دبی، من انجام دادم. یک عزیزی رو اینجا من کشفش کردم، استاد دانشگاه است و تدریس میکنه صدا برداری و کامپیوتر و خیلی در یه حد خیلی بالای یه دانشکده مخصوص این کاره. ببخشید، ایشون هم این کار رو تدریس میکنن توی همون دانشگاه. بله، اسمشون الویسه،
ایرانی نیستن. بله. ولی اما الویس خدا بیامرز روحشونه. الویس پریسلی نه. نه الویس خیلی آقای خوبی هستند و بسیار به کارشون واردن. ما همدیگر رو کشف کردیم، یعنی ایشون هم منو متوجه شد من حرفه‌ای هستم، با هم کار کردیم، خیلی آهنگا رو با هم ضبط کردیم و از جمله آرامش رو ایشون ضبط کردن. ایشون ضبط کردن و این طوفان رو هم ایشون ضبط کردن، یعنی کارهای ارکسترش رو از ایران بچه‌ها ضبط کردن فرستادن و اینجا من صدا برداری روش انجام دادم که آقای الویس انجام دادن. حالا از آدیوش که بگذریم که خیلی کاران نزدیک 5 دقیقه و خورده یه نزدیک 6 دقیقه آهنگه و بعد تصمیم گرفتیم که آقای آروین هست که مال اگر گفتین کمپانی آرمینو دارید آرمین ببخشید. آرمین آرمین هاشمی آرمین هاشمی بله اسم کمپانیشون هم بگید. آونگ. آونگ بله. بله. مرسی. کمپانی آونگ رو دارن به اتفاق خانم مادرشون که نازنینن هر دوشون و ایشون قبول کردن و متحمل مخارج سنگینی هم شدن چون کار خیلی بزرگه. بله. ما 7 روز 8 روز در لس آنجلس من پرواز کردم رفتم اونجا و لوکیشن‌های خیلی مختلف یه جایی هست توی دانتان لس آنجلس و باغ روزه، باغ گله، ولی خیلی بزرگه. یه مقدارشو اونجا گرفتیم، یه مقدارشو با هلیکوپتر گرفتیم، یه مقدار با ببخشید با قایق گرفتیم و با قطار چیزی نگرفتیم. بیگ بر رفتیم. بیگ بر رفتیم اون بالا. خب بیگ بر یه جاییست توی لس آنجلس که تنها جای لس آنجلس که برف داره، اسکی میکنن چون ارتفاع. تمام اینا رو توی یه هفته رفتین؟ بله هر روز هر روز یه لوکیشن، یه جا یه جا یه جور. خب کشتیشون دیگه تقریبا. بهتره بگی اونا ما رو کشتن. دور از جونشون. بله آقای عرض کنم سیروس کردونی کارگردان معروفی هستن، ایشون این کار انجام دادن. بسیار کارگردان خوبیه. و عزیزی به اسم آقای رامین بله که با ایشون با هم کار میکنن و خانم آقای کردونی که هر سه بعد از این 7-8 روز پشت سر هم از صبح تا شب کار کردن یه جورایی مریض شدن. با اجازه ما مریضمون تو توی از لس آنجلس اومدیم تو دبی معلوم شد. 16-17 ساعت هم پرواز رفتن و اومدن و آره. آلبوم قصد ندارید بدید دیگه؟ والا الان دیگه دوره آلبوم نیست، برای اینکه آلبوم 7-8 آهنگ ضبط می‌کنی میدی بیرون و همدیگر رو میخورن، یه جوریه که معلوم نمیشه چی کار کردی. من الان بیشتر سعیم اینه که یک دونه آهنگ خوب بدم، ویدیوش بکنیم، به گوش همه برسونیم، قشنگ همه چیش انجام بشه، بریم بعدی. من الان بیشتر از 20 ترانه در تو دستم هست، مطمئنن اگه بخوام آلبومش بکنم بعد از اینکه چند تا از این ویدیو در اومد اون وقت بقیه رو هم میذاریم کنارش همه رو به صورت یه آلبوم میدیم بیرون. بله، از نظر اینکه آرشیوی باشه و اگر خواستن بتونن استفاده کنن. بسیار عالیه. دوستان و بینندگان عزیز اگر موافق باشین یه سری به اتاق فرمان بزنیم، باز در ادامه این مصاحبه در خدمت عارف عزیز خواهیم بود. باشه عارف جون، این آهنگ آرامش. بله آرامش قبل از طوفان. برای بچه هایی که همکاری کردن همه شونو نگفتین؟ نه من عرض کنم که آقای بابک زرین آهنگساز این ترانه بودن و آقای صمدی شاعر این ترانه بودن که واقعا دستشون درد نکنه. کار بسیار همه شون ممنونم. کار بسیار زیبایی هم بود. خب از کار یه خورده دور شیم بریم راجع به چیزای دیگه صحبت کنیم. بریم باشه. بریم راجع به چیزای دیگه صحبت کنیم. من می‌خوام بریم بیرون. بیرون حالا آخرش میاد. خب شنیدم خیلی خوب فوتبال بازی می‌کنین. والا من صحبت سن و سالمون رو کردیم. من 73 سالم. بزنید دستو.
اول اومدم بگم بزنید به تخته، بعد گفتم که نه بزنید دست قشنگه رو. بله من فوتبال ببخشید، بچه هایی که 16 17 18 19 سالشونه میگن زمان فوتبالشونه، به 26 27 28 اینا که میرسه دیگه از نظر فوتبالی میگن پیر شده، کفششون رو باید آویزون کنن. آره دیگه از قهرمانی میان بیرون. حالا بعضی ها استثنان میرن جلو تا 37 8 40 هم میرن، ولی دیگه واقعیتش اینه که اون 18 19 ساله ها حرف آخر اونا میزنن. شما کدوم پست بازی میکنیم؟ من چپ پا هستم، یعنی چپ دست و چپ پا هستم. نتیجتا الان که بازیایی که ما میکنیم ایندور ساکر بهش میگن، یعنی فوتبال داخل سالن انجام میدیم و من قسمت چپ بازی میکنم، هم دفاع میکنم هم میرم تو فوروارد کمک میکنم و سریع بر میگردم. همینجوری باید بری بیای. هفته چند بار بازی میکنی؟ هفته یه بار. هفته سه بار. هفته سه بار. آره. من یه مدت هفته یه بار فوتبال بازی میکردم، پنج روز باید استراحت میکردم و ماساژ میگرفتم. حالا بهتون بگم که بغیر از اینکه هفته سه جلسه ما دو جلسه شب هاست، هفت و نیم هشت شبه، یه جلسه جمعه صبح ده صبح. ده صبح. بله. و این بغیر از این سه جلسه لا بلای این سه روز هم تازه من جیم میرم و اونجا تردمیل داریم میدوام و سونای گرم میگیرم. برای همینه که اصلا سه مثالتون به نظر نمیاد. نه دارم سعی میکنم، ببین این کارها رو میکنم که شب صدام تو فرم باشه. این خیلی مهمه چون خیلی سخته. حتی موقع که من 19 20 سالم بود میخوندم، هیچ وقت چند شب پشت سر هم رو قبول نمی کردم. سخته. بله. نمیشه. ولی الان من که نکردم از این کارا. ولی قبول نمیدم. چرا دیگه؟ تو با صدا سرکار داری. آره ولی نه دیدن هم یه چیزایی خوندی نخوندی. حالا من میخوام تو رو اذیت کنم. من والا هر دفعه که اومدم بخونم همه گفتن تو رو خدا نخون. من تنها کسی هستم بهت گفتم صدات خیلی قشنگه. بله گفتیم محبت داشتی ولی واقعیتش چیز دیگه. اگه برین تو کار موسیقی یه سازی یاد بگیرین، آروم آروم گرم و نرم با اون صدای گرم بخونی، اون وقت میبینی که من منظورم چیه. اینم اذیت من. خوبه؟ خیلی خوبه. خب داشتیم صحبت ورزش شبها خوندن رو میکردیم. بعد من تمامش دنبال اینم یه جورایی گردش خون تو بدنم سریع بشه، انجام بشه. اینو یا با دویدن یا با سونای داغ تو آب سرد رفتن که بعدش فوری اتفاق میفته. یه جورایی این کار رو دارم هفته سه روز یا با بقیه کار انجام میدم. شب سرحال و شب که بهتون میگم من دو صبح برنامه هم تا سه صبح. ده ساله دارم این کار رو میکنم. ماشاءالله. ماشاءالله. یه چیزی رو من راجع به عارف عزیز بگم. فرزین فردین فرد یکی از صدا برداری خیلی خوب کشورمون. بله. بسیار تواناست. یه بار راجع به عارف برای من تعریف میکرد، میگفت استاد عارف وقتی میرن توی استودیو یه کاری رو ضبط بکنن یک بار تا آخر میخونن و میان بیرون، یک بار فقط. اگر احیانا اشتباهی توی ترانه به وجود بیاد یا کاری که دارن ضبط میکنن ایجاد بشه، اون تیکر رو ضبط نمیکنن، از اول دوباره میخونن، یعنی دوباره از اول تا آخر میخوننش، ولی روی همون یک بار قال قضیه رو میکنن. ولی الان دیگه اینجوری نیست. نه، که این نه. اولشو میگن استاپ میکنن، روش کار میکنن، دو یه آهنگ دو دقیقه میخوان بخونن، شش ماه روش کار میکنن از این سر تا اون تهشو بخوان بخونن. درسته. خب زمان عوض شد دیگه. اون زمانی که ما تو ایران بودیم اصلا ضبط به اون صورت وجود نداشت، برنامه ها زنده بود. بله. یعنی می رفتیم تو برنامه جمعه صبح رادیو و مردم نشستن همون لحظه ارکستر میزنه، همون لحظه هم شما میخونی، هم دیگه تکرار هم نمیشه، حتی ایراد داشته باشه نمیتونه تکرار بشه، نمیشد تکرار بشه. و بعد ضبط های غیره که ضبط میشد
مثل ارکستر پاپ رادیو یا آهنگسازهایی که شعر آهنگ میدادن، اونم همونجا به هم میگفتن. هیچ موقع از قبل مثلا در جلوتر بیان بگن این آهنگ اینه، این شعر اینه، که من فرصت کار کردن یادگیر داشته باشن نبود. و همونجا هم با ارکستر لایو اجرا میشد. بسیار نتیجتا من به این کار عادت دارم، یعنی میتونم همه چیز رو همه رو با هم انجام بدم. ولی الان دیگه برای یک چیز ایراد کوچولو، قبلنا قیچی میزدن در میوردن نوار رو، ولی الان کامپیوتر رو این چیز هاست و تکنولوژی خیلی بیشتر تکنولوژی رو موبایل ضبط میکنن میدن بیرون. بله واقعا میکنن، جدی میگم، به خدا میکنن این کار رو، با رو موبایل ضبط میکنن. میشه کرد دقیقا، میدن به عنوان یک کار اوریجینال، یک کار اصلی بیرون، حتی به صورت تست یا چجوری میگن، سمپل میگن، شاهد نمونه. میگن شاهد نمونه. میگن بله بله، حتی به عنوان شاهد هم نه، به عنوان کار اصلی میدنش بیرون. بله میتونه باشه. نظرتون راجع به خواننده های جدید چیه؟ کدومشون رو بیشتر قبول دارین؟ کدومشون اگه دوست دارین بگین قبول ندارین اصلا؟ نه من اصولا خواننده های جدید که یه تعدادشون هستن که خیلی خوب دارن میخونن، اصلا از اونایی که خیلی بد دارن میخونن هم اگر بگین بد نیست. اونایی که خیلی بد میخونن، من مشکلم از نظر ذهنی اینه که شما اگر شوهای بزرگ امریکایی رو ببینید که چی میگن، اون شخصیت‌های بزرگ موسیقی میشینن نظر میدن، خواننده اگر یک کما یک ذره خارج بخونه یا اینکه کوک به قول اصطلاح ایرانی کوک نباشه، بلافاصله ردش میکنن، یعنی نگر میداره میگه برو. بله دیگه ادامه نمیده. مال ما تو این شوهایی که حالا اسم نمیبرم که میبینید، طرف میخونه از اول تا آخرم خارج میخونه، بعد میگم به به چقدر خوب بود، چقدر من چقدر خوب بزنم تو سرم، خارج از کوک خوندی. میخوام بزنم تو سرم، آخه چه جوری شما اینو تایید میکنید؟ کسی که خارج میخونه حق خوندن نداره. ما الان خواننده شاید امید دارن بهش، فکر میکنن مثلا نه، امید که به امید بسیار خوب، ولی چرا گوش مردم آزار میدن؟ یه چیزی که خارجه به گوش بد میاد، اونا هم که سواد موسیقی ندارن میبینن به دلشون نمیشینه، دلیل این که کوک نیست. دقیقا. آره بعد موسیقی سنتی توش روبه پرده داره و اون روبه پرده ها رو تو موسیقی پاپ و اینا یا اپرا اینا وجود نداره. بله. نمیذارن یا اگر بذارن تحت شرایط به خصوص که مشخص میشه که چیه. و خواننده سنتی که میان پاپ بخونن متاسفانه اونا خارج میکنن. از نظر خواننده سنتی. خواننده سنتی بعضیا میگن که بله. تو ایران آخه الان همه دارن سنتی یاد میگیرن. چهشم میزنن و فلان، بعد یه دفعه میبینی اومد واسه با یه ارکستری که مثل جیپسی کینگز مثلا دارن میزنن، میاد سنتی چهشم میزنن و فلان. این نمیشه، این درست، یعنی اصلا درست نیست. چون فرض کنید که گیتار یا سازا تمام اوریجینال معلومه چیه، شما وقتی میری تو روبه پرده اون تو نیست، این تو سازا این مثلا این جنس صدا وجود نداره، نتیجتا شما با اونا هماهنگی ندارین. و بعد میرن میخونن، معروف هم هستن، مردم هم نمیدونن و همین جوری قبولشون هم میکنن. و که من اگر مسئول رسانه باشم، چه رادیو چه تلویزیون، در اولی مرحله اینا رو جلوشو میگیرم. نباید میکشم. نباید فرض کنم. ولی کسی هستن که خیلی قشنگ، پسر آقای ایرج خواننده، ایرج معروف، حالا شما اسمشون میدونید دیگه. بله، احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری چقدر قشنگ میخونه. بله بسیار جالب، بچه باسوادیه و موزیک فیلم مینویسه. این معلومه که تحصیلات داره. بله و آدم افتخار میکنه به همچین جوانایی که اینقدر اینجوری. خیلی داریم ما. بله خیلی، اصلا خیلی بسیار خوبن. آقای اصفهانی صداشون خیلی زیباست. بله. خیلی دلپذیر، خیلی دلنشینه. و من همه بقیه بچه‌هام تقریبا اونایی که درست میخونن همه‌شون رو دوست دارم. ولی بعضی‌هاشون رو متأسفانه
دوست نداریم. نمیتونم بفهمم اشکالم اینه. حالا شاید مشکل منه، نمیدونم. حالا چند تا سوال کوتاه ازتون میکنم که دیگه بیشتر از اینم وقتتون رو نگیریم. میخواید برم الان؟ نه خیر، نفهمه. من که دوست دارم شما رو نگه دارم. شما از اولش میخواستین زود بریم، من گفتم سر مصاحبه رو با تشویق کنم. من هر بار یه ذره طولانی جواب میدم، ببخشید. حالا کوتاهش میکنم، بریم. نه اصلا این حرف رو نزنید، تشویق کنید استاد عزیزمون رو. داره منو کلی اذیت میکنه. آره؟ من هیچی نمیگم. نظرتون راجع به زیبایی چیه؟ فکر میکنید زیبایی واقعی چیه؟ دماغ عمل کرده و لب انقدریه یا اینجاست؟ نه، اونا که ظاهر مسئله است، خب خیلی جذب ظاهر کسی میشن، ولی خدا کنه که باطنش هم زیبا باشه. برای اینکه وقتی وارد زندگی میشین یه چیزایی پیش میاد که اون وقت شما اصلا اون زیبایی دماغ و نمیدونم این چیزا دیگه مطرح نیست. من خیلی از خانوم ها رو که چون مرد هستم راجع به زن حرف میزنم، خیلی از خانوم ها رو دیدم که زیبای آنچنانی نیستن، ولی خیلی قدرن، خیلی وجود دارن. بله، این خیلی مهمه. چون زندگی یک زن و مرد تکیه کردن به همه، کنار هم ایستادنه و محکم ایستادنه. و اکثرا اونایی که زیاده از حد زیبا هستن به این مسائل اهمیت نمیدن، اکثرا اینطوره ها. ولی خدا کنه که خوش اخلاق نیستن. نه نه، خب نه که اخلاق، به خاطر همون زیباییشون که زیادی در موردش همه حرف میزنن، اونا اخلاقشون عوض میشه، رفتارشون عوض. ولی خدا کنه که آدم هم زیبا باشه هم خوش اخلاق. هم نه خوش اخلاق، زندگی رو بدونه چه جوری انجام بده با مردش، این خیلی مهمه. بله، بسیار. ولی باز کوتاه نشد، ببخشید. نظرتون راجع به تفاوت بین زنها و مردها چیه؟ حقوق زنها چقدر اهمیت داره و چه تفاوتی دارن اصلا؟ کلا حقوقشون یکیه نیست؟ اصلا شما در آفرینش زن و مرد که خداوند آفریده هیچ فرقی بین ما نذاشته. شما هر جا رو بگردین همه چیش مساویه. مطمئنین؟ بله، همه چیش مساویه. بله، حالا اگر احیانا میخوای به مسائل یه زایده اضافی این داره برعکسش رو بگید، خب اینا دیگه مکمل هم دیگه. ولی اون چیزی که هست، گاهی وقتا خانوم ها مدیرتر از آقایینن. بله، اون که 100%. حوصله کامپیوتر و حوصله دوخت و دوز و حوصله دارن برای انجام کار. وقتی مدیریت میکنن اکثرا بهتر از آقایینه. بله، خانوما رو خوشحال کردین. این دسته بیشتر خانوما دارن. همه خانوما. آقایون رو نگاه کنید، همه دارن با سیبیلاشون برمیان. آره، اینه که من خیلی متاسفم که تو شرایط کنونی حق و حقوق زن رعایت نمیشه. ما کسانی هستیم که هزاران سال پیش این تمدن عمیق رو داشتیم، چرا بایستی الان بین زن و مردم فرق باشه؟ هیچی آخری. آخری خودت سواله تند و تیز میکنی ها. من گناه نمیشه. من دوستم، من که خوشحالم، بقیه هم که فهم میکنم نه. خب مصاحبه که میکنی میگن چه رنگی رو دوست داری؟ قضا چی دوست داری؟ اینم نه، تو سواله خوب داری میکنی، منم مجبورم جواب خوب بدم. خوبه، این خیلی خوبه. من عذیت نمیشم؟ نه اصلا، چون این معمولا رنگ مورد علاقه و آهنگ مورد علاقه و غذای مورد علاقه مال دوست دختر دوست پسرهای فکر میکنم 12-13 ساله است. میپرسن چه آهنگی دوست داری، چه رنگی دوست داری؟ یه وقتای مصاحبه اینجوری دوست دارم. یه وقتای مصاحبه ها اینجوری بود. بله میدونم، ولی الان خب خدا شد. خب خدا رو شد سینا اینجوریه دیگه. سینا یه سوال دیگه فکر میکنید؟ میگن ما شوخی زیاد میکنیم ولی جنبه شوخی کم داریم، راست میگن؟ اصلا شوخی کار درستی نیست. به خدا والا، نه، شوخی اکثرا اگه با نیت آزار و اذیت باشه نه، با نیت غیر آزار و اذیت.
آره اگه واقعا همه تو فضای شوخی باشند خوبه، اشکال نداره، ولی اگر هدف اینه که تو شوخی یکی رو نیش بهش بزنی یا آزارش بدی، خب اونم برمیگره چیزی بهت میگه دیگه. بله. خب داریم حالا جنبه، به نظر شما جنبه تو فضای شوخی دیگه این بستگی به طرف داره. شما با آذربایجانی شوخی نمیتونی بکنی. بله راحت افتاد. من خودم آذری هم بهت میگم یه چیزی کم و زیاد بگی یه دفعه با بیل تو فرق سرم زن. اما خیلی لطف کردین، خیلی بزرگواری کردین. یه سوال دیگه نداری؟ من دوست دارم فکراتو بکنم. من دارم میرم. سوال من خیلی دارم، وقت برنامه اجازه نمیده. امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی هم شما بازم توی وقتتون توی برنامه کاری فشرده‌تون یه بار دیگه ما رو جا بدین و باز هم افتخار بدین. سینا جون من همیشه تو رو دوست داشتم و برنامه‌هات هم دوست دارم. خب دوستان عزیز همراه ما باشید، در ادامه برنامه ما باز هم در خدمت شما خواهیم بود. رسیدیم به پایان برنامه این هفته، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در هفته بعد هم ما رو همراهی بفرمایید، مطالبتون رو، عکساتون رو، ویدیوهاتون رو هم برای ما بفرستید. هشتگ چند شنبه، هشتگ فارسیوان تیوی و هشتگ سینا ویلچ رو فراموش نکنید. هر کاری میخواییم بکنین و ما رو از مطالبتون و ویدیوهاتون، عکساتون و هر چیزی که توی فکرتونه محروم نکنید. من مطمئنم که چیزای بسیار با ارزشی اون تو هست که فکر شماها، و حیفه که ما بقیه دوستان رو مستفیض نکنیم از این نکات ارزشمند. از همه شما دوستان هم تشکر میکنم و از همه شما دوستانی که اینجا هستین و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. جدی